چشم دل باز کن تا که جان بینی وان چه نادیدنیست آن بینی گر به اقلیم عشق روی آری همه آفا گلستان بینی به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هشتم مفتخریم که یک بار دیگر از برنامه مکتب خادی خاصه با درس شیرین و دلچسب زبان و ادبیات دری مهبان خانه گرم و صمیمی شما دوستان هستیم عزیزان به جلسه 23 رسیدیم عنوان درس امروز ما عارف بزرگ قرن پنجم هجری قمری است خاج عبدالله انصاری در حوزه قواعد دستوری میپردازیم به یک مفهوم جدیدی که نه به عنوان یک یادآوری در حوزه مفاهیم قبلی در حوزه مفاهیم اسم و صفت دوستان عزیز در فضای مجازی ما رو دنبال کنید نامبر ارتباطی ما را فراموش نکنید 2964 780 255 40 13 آماده دریافت نظرات شما خوبان دری زبان است عزیزان جان به جلسه نو خوش آمدید برویم می خب شاگرد های عزیز کار خانگی جلسه قبل را در ابتدا با همدیگر مرور می در جلسه خطاب شما دوستان گفته بودیم که قواعد صرفی را با مثال توضیح بدهید یکی از مواردی که در حوزه انواع قواعد نقش بسیار ای دارد نقش بسیار بیبدیلی دارد قواعد است حال یک قواعد می در دو حوزه باشد یا قاعده قاعده صرفی است یا قاعده قاعده نحوی است اگرچه کتاب شما در حوزه قواعد صرفی در جلسه قبل گفته بود که ما تنها و تنها قاعده صرفی را برای شما توضیح میدهیم ولی ما سعی میکنیم که یک مقداری پارا فراتر بگذاریم و در حوزه قواعد نحوی شما را آشنا کنیم خب در ابتدا میگوییم ما دو قاعده داریم دوستان انواع قواعد قواعد دو شکل هستند یک شکل قاعده صرفی است و یک شکل هم قاعده نحوی است پس قواعد دو شکل داره یا قاعده صرفی است یا قاعده نحوی قاعده صرفی حوزه کار چیست پرداختن به نحوه تغییر یک کلمه در ساختار جمله وقتی که ما در حوزه قواعد صرفی صحبت میکنیم منظور ما است که یک کلمه وقتی که در ساختار یک جمله قرار میگیرد در ابتدا از کجا آمده است از چه کلمه گرفته شده از چه کلمه معخوض شده وقتی که ما این را بیان میکنیم یعنی پا را در حوزه قواعد صرفی گذاشتیم میخواهیم در حوزه قواعد صرفی با یک کلمه آشنا شویم مثلا اگر یک زمانی که ما میگوییم به طور مثال کلمه مرد کلمه مرد را ذکر میکنیم وقتی میگوییم که قاعده صرفی کلمه مد را توضیح بدهید یعنی چی؟ یعنی نگاه بکنید که این کلمه از نظر ساختاری در حوزه ساختار صرفی دارای چه اشکالی است دارای چه اجزایی است از چه کلمه ای گرفته شده است وقتی ما میگوییم که کلمه مد یک کلمه مستقل است یعنی چی یعنی کلمه مستقل کلمه است که به تنهایی و مجرد دارای معنای مستقل است یعنی نیازی ندارد که در واقع جزی از یک معنای دیگر باشد یا یک کلمه فاقد معنا باشد بلکه یک کلمه است که یک لفظ تام است یک معنای کاملی را میرساند میگوییم همین کلمه مستقل یک کلمه چیست یک کلمه عام هم هست یعنی چی یعنی این کلمه در واقع یک اسم میتواند چی باشد آم باشد میتواند خاص باشد آم یعنی چی؟ یعنی زمانی که یک کلمه ای را بیان میکنید برای این کلمه ای که یک مفهوم است مصادیق بسیار زیادی را میتوان آورد وقتی میگوییم مرد خب چه افراد را میتونیم در حوزه مرد بیاریم؟ ناصر احمد، محمود، میرویس، جمشید کسانی هستند که به مرد این مصادیق مرد هستن پس یک کلمه عام است در مقابل خاص گفتیم خاص یعنی کلمه ای که وقتی شما او رو میشنوید ذهن شما تنها به یک شخص خاص به یک چیز خاص به یک شیء خاص در واقع هدایت میشد وقتی میگوییم فردوسی در واقع ذهن ما به طرف یک شاعری میرود که در یک قرن خاص زندگی میکرده اون شاعر کیست اون شاعر ابوالقاسم فردوسی توسی است پس او میشد اسم خاص ولی وقتی مرد میگوییم میتوان انواع مختلفی داشته باشد و به طور حتی میتون میگیم که مرد چیست از انواع ساختار کلمه مرد اسم است فعل است یا حرف است کدام است میگویم اسم است یعنی مرد نه در واقع چیه؟ نه حرف است و نه فعل است چون میگویم یک کلمه از سه حالت خارج نیست یا اسم است یا فعل است و یا هم حرف است نه حرف میتواند باشد نه فعل میتواند بشود که دلالت بر یک زمان خاص دارد بلکه یک اسم است که میخواهد در واقع ذهن ما را به سمت یک فرد خاص یک انسان خاص یک جنس خاص رهنمون کند و در واقع حالت های مختلف دیگری یعنی هم میتواند بشه دوستان میتواند در واقع حالت های معرفه و نکره به خود بگیرد میتواند حالت های دیگر بگیرد ولی وقتی ما میگوییم قاعده سرفی یعنی همین دوستان قاعده صرفی یا وقتی میگوییم که کلماتی که داریم کلمات نامستقل هستند کلماتی که در واقع معنای کاملی ندارند در داخل جمله قرار میگیرد و اضافه میشود حالی کلمات نامستقل گفتیم میتوان انواعی داشته باشد میتواند پشوند باشد میتواند پسوند باشد میتواند پیشینه باشد میتواند پسینه باشد درسته میاد اگر خود پشوندها هم گفتیم انواعی داشت یا پشوندهای ما صرفی بود یا پشوندهای ما کلمه ساز بود درسته اگه پشوند ما صرفی بود یعنی مربوط به فعل بود اگر کلمه ساز بود یعنی مربوط به اسم بود حالت های مختلف داشت و برای شما بیان کردیم حال اگه بگویم قاعده نحوی چی قاعده نحوی به جایگاه و نقش کلمه در ساختار جمله توجه میکند پس هر زمانی که ما یک کلمه در داخل جمله داشتیم خاص نقشش را بسنجیم دیگر نبتوانیم به صورت منفرد و تنها نگاه کنیم بلکه نقش او کلمه زمانی معنا میکند که به کلمه قبل و کلمه بعدش نگاه بکنیم به طور مثال ما چه میگوییم؟ میگوییم احمد آمد من کتاب را برداشتم جمله است دوستان احمد نقش چیست؟ فائل فائل یعنی کی؟ یعنی کسی که کننده کار است کسی که کاری را انجام داده چه کاری انجام شده؟ آمدن چه کسی کار را انجام داده؟ احمد پس نقشش می شود فائل کلمه بعدش فل. من کتاب را برداشتم من میشود فاعل کتاب میشود چی دوستان کتاب میشود مفعول را چی میشود؟ پسینه برداشتم چی میشود؟ شود فعل نگاه کنید دوستان جایگاه و نقش کلمه گفتیم در حوزه قواعد نحوی نقش از چیز فاعل جایگاه چیست؟ چیز مفعول جایگاه را چیست پسینه پس جایگاه برداشتم چیست فعل نقش چیست فعل پس جایگاه و نقش در حوزه قاعده نحوی است ولی تغییر و دیگرگونی که در حوزه کلمه در ساختار جمله اتفاق می‌افتد در حوزه قاعده صرفی است <applause> خب شاگردای عزیز و گرامی وارد درس نو شویم درس امروز ما در مورد یکی از عارفان و نویسندگان بنام قرن پنجم هجری قمری است این شخصیت برجسته کسی نیست جز خاج عبدالله انصاری خواجه عبدالله انصاری معروف به شیخ الاسلام و ملقب به پیر حرات و پیر انصار است از عرفا و نویسندگان و شاعران و عالمان بزرگ دین ایشان محسوب می شود به طوری که در حوزه نیاکان و اقارب ایشان میتوانیم بگوییم که از خاندان ابو ایوب انصاری است ابو ایوب انصاری کیست در تاریخ اسلام بیان شده زمانی که حضرت پیامبر اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه حرکت میکند از سمت مکه به سمت مدینه وقتی که وارد شهر مدینه میشود بسیاری از سران و بزرگان و شخصیت های برجسته مدینه از پیامبر میخواهند درخواست میکنند که امشب مهمان خانه ایشان شود و به طوری که بین آنها درگیری میشود برای که امشب چه کسی پیامبر را در خانه خود مهمان کند پیامبر که سوار بر شطوری می باشد می گوید برای اینکه این که ای اختلاف نظر برطرف شود دهانه و افسار شطور را رها کنید هر جایی که شطور در کنار او خانه نشست ما اون شب مهمان آن خانه خواهم بود دهانه شطور را افسار شطور را رها می کند شطور حرکت می کند می آید می آید و در کنار خانه یکی از اشخاص مدینه ساکن می شود و می نشیند و پیامبر آن شب در آن خانه مهمان می شود و صاحب آن خانه کسی نیست جز ابو ایوب انصاری خاجه عبدالله انصاری را می گویم با سه نسل بعد در واقع, بخ... در واقع کی می رسد؟ ابو ایوب انساری زادگاه زادگاهشان شهر حرات است پس خواجه عبدالله انصاری در واقع حراتی هستند و در ولایت حرات به دنیا می آیند متولد جمعه جمعه روز جمعه دوستان دوم شعبان سال 396 هجری قمری می باشد که به سال میلادی می شود 1006 میلادی و از ویژگی های اشان است که با یاران پدر خود همنشینی و مصاحبت دارد به طوری که پدرشان نیست یکی از شخصیت های بسیار برجسته است یکی از عرفا یکی از عالمان بزرگ دین هست که رفت های بسیار بسیار زیادی با سران و بزرگان منطقه در حوزه سران سیاسی سران فرهنگی سران در واقع علمی بودند و از اونجایی که رفت آمد ها بین خانواده های این افراد زیاد بوده و خواجه عبدالله انصاری نیز از این مصاحبت و همنشینی کمال استفاده را برده است خب به طوری که کمال استفاده ایشان آنقدر زیاد بود که ایشان را یکی از نوابق دوران خود میداند به طوری که خود خواجه عبدالله انصاری میگوید وقتی که چهار سال شدم قلم گرفتم و شروع به نوشتن و خواندن کردم در سن نه سالگی شعر سرودم و خطابه خواندم در سن چهارده سالگی مرا بر سر منظر بردن و سخنرانی و وعظ و نصیحت مردم را کردم و وقتی مرا عدهای دیدن حسد بردند و انودان تنگ نظر و دوستان بدگوهر نظر بد به من کردند و نشان داد که جایگاه خواجه عبدالله انصاری در انفوان جوانی و نوجوانی یک دوره بسیار خاصی است و یک موقعیت عالی برایشان تصور می شده. حال وارد چی میشه این دوستان وارد این مطلب می این که دوره ای که خاج عبدالله انصاری در آن زندگی میکرد از نظر وضعیت مذهبی از نظر وضعیت سیاسی در چه موقعیتی به سر می میگویم که یکی از ویژگی های دوره خواجه عبدالله اختلافات عقیدتی و کلامی است بسیاری از مذاهب و فرق اسلامی در این دوره میبینید که در واقع پیدا می و اختلافات بسیار زیادی بینشان شک میکنه به طوری که اختلافات فی ما بین مکاتب معتزله اشاعره امامیه و مکاتب بسیار بسیار بالا زیاد میشد به گونه ای که حکم تکفیر همدیگر را میکنند و بر همدیگر در واقع بسیار اختلاف های بالایی سر می گیره. از نظر در واقع اختلافات مذهبی در این دوره این گونه وضعیت حاکم است از نظر سیاسی اگر نگاه بکنیم دوره است که در مصر حکومت فاطمیان مصر شکل میگیرد و در واقع در افغانستان امروزه ما که جز خراسان قدیم بود شخصی به نام سلطان محمود غزنوی حاکم می شود اگرچه ابتدا سلطان محمود قزنوی حاکم هرات است زمانی که در هرات حکومت میکند خاج عبدالله انصاری دوازه سال است دوازه سالگی را در واقع سپری میکند و این دوره دوره بسیار حرج و مرج سیاسی است به طوری که حکومت غزنویان، حکومت غوریان، حکومت سلجوقیان اختلافات بسیار بالایی با همدیگر داشت و نزاع و درگیری های سیاسی نیز بین آنها حاکم بوده و در واقع بغداد که مرکز خلافت عباسیان هست در زمان خلافت القادر و بلا در واقع این شخصیت برجسته زندگی میکرده بین سالهای 376 تا 427 هجری قمری این خلیفه عباسی در این دوره در بغداد حاکم بوده و برخی گفتن که در واقع او واجهی که او نسبی که تحت عنوان در واقع کی پیر حرار و پیر انصار میگوییم که شیخ الاسلام لقب داده شیخ الاسلام لقبی است که از سمت خلیفه عباسی به خواجه عبدالله اعطا میشد البته یک نظر است و نگاه کنید دوستان ما این اختلافات این تضادها این تشتت کلامی عقیدتی سیاسی و نظامی را میبینیم و دوره ای که خواجه عبدالله انصاری وقتی قلم میگیرد شروع به نوشتن میکند سعی میکند تمامی فرق و مذاب کلامی را به سمت وحدت بکشاند به سمت نزدیک شدن به سمت رفع اختلاف ها کشانده و از سمت دیگر در حوزه سیاسی مردم را سعی میکند که به دور یکدیگر جمع کنند متاسفانه در روز جمعه 22 زلحجه سال 481 هجری قمری در منطقه گازرگاه هرات خواجه عبدالله انصاری از دنیا می روید. مرغد امروز در این نقطه از شهر هرات در واقع موجود است و بسیاری از ادب دوستان می توانند به زیارت ایشان بروند. یکی از ویژگی های آثار خواجه عبدالله انصاری است که بسیاری از آثارشان هم به زبان عربی و هم به زبان دری نوشته شده از اونجایی که ایشان تسلط به زبان عربی داشته و زبان دری زبان مادری اشان میباشد پس نشان میدهد که در واقع بسیاری از آثاری که اشان می میکند دو زبانه می باشه دعوت خواجه عبدالله به راه درست در چین اوضاع سیاسی و مذهبی که خطاب شما گفتیم اوضاع سیاسی کشور بسیار آشفته و نابسامان بود و از طرف دیگر حوزه اختلافات مذهبی و فرق کلامی نیز بسیار بسیار بالا بود و بر تبل آتش اختلافات روز به روز دمیده میشد و همین امر باعث میشد که بین مردم اختلافات و درگیری های نظامی و کلامی به شدت حاکم باشد خب وارد آثار خا عبدالله انصاری شویم آثاری که از اشان امروزه برای ما به یادگار مانده است اولین اثر شان یک تفسیری است از قرآن کریم تحت عنوان کشف الاسرار و عدت الابرار اگرچه این کتاب را رشید الدین میبودی نوشته شده و نوشته است ولی ایرا را در واقع ایشان از زیر منابر در واقع خاج عبدالله انصاری نشسته و تمام تفسیرهایی که خاج عبدالله گفته به قلم خاج در واقع میبودی نگارش یافته است طبقات صوفیه یکی دیگر از کتاب است که در واقع مجموعه ای از سخنرانی هایی است که خاج عبدالله انصاری بر منبر و از و خطاب گفته و توسط شاگردانش به رشته تحریر در آمده است در کنار میدانیم که خاج عبدالله انصاری یکی از شاعران و نویسندگان بنامی است که بیشتر شهرت ایشان در حوزه ادبیات خاصه شعر نصر بسیار زیبا و دلکشی که برای توصیف مت خداوند و ائمه و پیامبر مکرم اسلام بیان میکند شهرت یافته است رباعیاتشان یکی از آثار بسیار مهم است یکی از در واقع آثار بسیار گرانبهایشان است مناجات نامه کتابی بسیار زیبا دلکش حاوی مناجات های ایشان با خداوند تبارک و تعالی است بسیار زیباست وقتی که میخوانید اشک ناخواسته سرازیر میشود از دیدگان شما به نشانه قلم قدرتمند ای شاعر است نصیحت نامه از دیگر آثار صد میدان هم یک اثر عرفانی است دوستان توصیه می که صد میدان را حتما بخوانید بسیار بسیار کمک کننده است در حوزه آشنایی شما با عرفان گنجنامه دیگر اثر ایشان می باشد مقامات مخاطبات مذاکرات ارادت نامه قلندر نامه هفت و محبت نامه نیز از آثار دیگر این شخصیت برجسته قرن پنجم هجری قمری است خب شاگرده عزیز وارد بخش دوم شدیم قواعد دستوری در ابتدا یک مقداری تعریف میکنیم بعد وارد اجزا و اشکال قاعده امروز می خب شاگردهای عزیز بحث امروز ما اسم و صفت است یک کلماتی که در واقع در درس‌های قبلی مرور کردیم و یادآوری درس‌های قبل در این جلسه در واقع تجمیل شده و به صورت جنبندی برای شما بیان شود خب ما دو با دو کلمه دو سال سر کار داریم یک اسم داریم یک صفت داریم اسم چیست اسم کلمه ای است که در ساختار زبان دری برای نامیدن یک شی یک شخص یا یک چیز خاص به کار برده می شود به طوری که وقتی اسم چیزی را اسم کسی را اسم شی را میبریم ذهن مخاطب به سمت آن شخص آن کس یا آن چیز برده می شود صفت چیز صفت کلمه ای است که برای توضیح بیشتر اسم می آید ویژگی های کلی اسم را بیان می کند حال ویژگی می تواند اندازه باشد رنگ باشد کیفیت باشد بو باشد مزه باشد و اشکال بسیار متنوع و متفاوت را در بر می گیرد خب می گوییم اسم کلمه است برای نامیدن موجودات مانند احمد جاده آب این کلمات را تحت عنوان چی می گوییم دوستان تحت عنوان اسم می گوییم خب حالی ویژگی هایی که اسم میتواند داشته باشد در حوزه زبان و ادبیات دری دوستان ما پنج ویژگی برای یک اسم میتوانیم متصور شویم خب ویژگی ها رو با هم بیان میکنیم اولا پسفند جمع را میپذیرد اولین ویژگی اسم هایی نیست که در واقع نشانه های جمع اضافه میشد به اسم ها نشانه های جمع در حوزه زبان و ادبیات دری کدام بودن شاگرد عزیز ما دو نشانه داشتیم یکی ها و یکی الف نون انتهای کلمه است مثلا کلمه ای داریم به نام چی جاده وقتی جمع میکنیم میشود جاده ها آب داریم میشود آب ها درخت داریم میشود درختان ویژگی دوم است که پسوند تنکیر را میپذیرد پسوند تنکیر چی بود یای نکره بود تنکیر گفتیم یا نکره کلمه ای است که در واقع چیست؟ است کلمه ای است که برای ما ناشناس است ما نمیشناسیم وقتی میگوییم مرد یک دن علامت تنکیر پسند تنکیر اضافه می کنیم که همون یای نکره است می شود مردی این در واقع چیه؟ این نشانه نکره وقتی به اسم اضافه می شود این قابلیت از ویژگی اسم است که می اون نشانه یای نکره یا تنکیر را به خود بگیرد نشانه بعدی افزایش یا در واقع نشانه افزایش یا پسفند اضافات را می پذیرد یعنی شما یک چیز دیگری که برای اسمها وجود دارد میتواند چی باشد دوستان میتواند نشانه دیگری غیر از نشانه تنکیر را هم به خود بگیرد میتواند در واقع چی باشد میتواند مثلا بگوییم که یای میانجی را به خود بگیرد مانند چی میگیم خانه ما خانه ما یایی که خانه را به ما اضافه میکند یای میانجی است این ویژگی ویژگی اسم است که میتواند بین دو اسم از نشانه ها از در واقع پسفند ها از علامات دیگری اضافه شود ما بین اسم ها نشانه بعدی نداست پسفند ندا هم میتواند در واقع چی؟ برای یک اسم اضافه شود وقتی میگویم خدایا اله خدا یک علیف انتهایش میاد خدا یا یا کنید دوستان ای را وقتی اضافه میکنیم این شود چی؟ نشانه ندا نشانه ندا یکی از علامت اسم است پیشینه را را هم میپذیرد پیشینه را نگاه کنید دوستان ما یک علامت داریم اگر کتاب شما گفته پیشینه ولی را یک پسینه است پیشینه نیست ها باشه شاید عزیز مثلا ما میگیم خانه را خریدم من خانه را خریدم را پسینه است پسینه برای چیست؟ برای خانه را گفتیم پسینه اختصاصی کلمه است در ساختار زبان و ادبیات دری تحت عنوان مفعول مفعول کلمه است که برای چی می آید دوستان برای جواب سوال چه کسی را چه چیزی را همیشه از اسم مفعول استفاده میکنیم چه چیز را خریدی خانه را خریدم و کجا رفتی دوستان خان وقتی شما بیان می کنید خان من کتاب را برداشتم چه چیز را برداشتی کتاب را من خانه را خریدم چه چیز را خریدی خانه را نگاه کنید دوستان پس این میشه شود چی پسینه را که یکی از ویژگی های اسم است خب عالی انواع اسم را با هم دوستان میخوایم مرور بکنیم ببینیم که انواع اسم در حوزه زبان دری به چند شکل است یک میگویم که تقسیم بندی اسمها آم اسم ها به عام و خاص اسم عام داریم و اسم خاص اسم عام چیست اسم عام به او اسمی گفته می شود که برای افریاد یا اشیای همجنس استفاده می شود هر زمانی که شما دوستان اسمی داشتین که برای اشیاء یا اشخاص همجنس به کار برده شود اسم عام میگوید. مانند خواهر مانند مردم کلماتی هستند که برای چی؟ برای افرادی از یک جنس استفاده می شود. اسم خاص نقطه مقابل اسم عام است. برای یک فرد معین یا برای یک چیز معین وقتی شما یک اسم را به کار ببرید می شود اسم خاص. مانند کابل وقتی ما میگویم کابل چند کابل در دنیا وجود دارد؟ یک کابل. یک کابل به عنوان پایتخت کشور عزیزمان افغانستان. وجود دارد ابن سینا چند ابن سینا در کل دنیا وجود دارد یک دان ابن سینا او هم ابن سینای بلخی موجود است پس اسم عام و اسم خاص یک تقسیم بندی دیگر هم در حوزه اسم هست تحت عنوان اسمهای اسمهای اسم های مفرد, مفرد و اسم های جمع اسم مفرد چیست اسم مفرد او اسمی را گویند که دلالت بر یک فرد یا یک شی یا یک شخص یا یک چیز کند هر زمانی که یک اسمی به کار برده شد و دلالت بر یک فرد واحد شمارش دوستان یک فرد یک شی یا یک چیز بکند اون میشود اسم مفرد مانند گل وقتی میگویم گل منظور ما چند گل است یک گل کتاب یک کتاب ولی نقطه مقابل اسم مفرد اسم جمع است نگاه کنید دوستان اگرچه نگویم اسم جمع درستش میشه و جمع کلمه جمع در مقابل اسم مفرد ما جمع داریم جمع چیست؟ جمع او کلمه است که دلالت بر بیش از یک فرد دو فرد یا چند فرد بکند یعنی او کلمه ای که به جمع دلالت بکند و نشانه ای جمع در زبان دری چی بود و سان این بود که انتهای او اسم ما ها یا الف و نون را اضافه میکنه مانند زنان وقتی میگویم زنان چند زنان یعنی جمع است دیگر وقتی میگویم جنگل ها چند جنگل یعنی میگوییم منظور ما جنگل های بسیار زیادی است که از حالت مفرد به جمع تبدیل شده است و تقسیم بندی نو آخر دوستان است که ما یک کلمه ای داریم که بنام اسم جمع است ما در بالا یک جمع داشتیم دوستان یک اسم جمع هم در حوزه زبان و ادبیات درید داریم ما بین این دو اختلاف از دوستان اسم جمع را با جمع مخلوط نکنید قاطی نکنید حواس باشه این دو کلمه جداست ها و دلالت ها و تعریف کاملا متفاوتی دارد جمع رو گفتیم جمع او کلمه ای بود که دلالت بر بیش از یک فرد دو فرد یا سه فرد داشت که در واقع نشانه جمع ها و الفونون در انتهایش جمع شد در حالی که ما یک ای کلمه ای به نام اسم جمع داریم اسم جمع چیست؟ اسم اسمی است که در صورت مفرد است و در معنا جمع است یعنی شکل ظاهریش رو وقتی میبینیم میبینیم که نشانه های جمع در او اضافه نشده نه ها و نه الف نون در انتهایش موجود نیست بلکه او چیزی که ما داریم یک کلمه است که شکل ظاهریش مفرد است ولی معنایش معنای جمع باشد به طور مثال مانند گروه گروه چیست وقتی ما میگوییم گروه نشانه جمع داریم ها انتهایش اضافه شده یا الف دارد نه هیچ نشانه جمعی نداره ولی معنایش معنای جمع وقتی میگیم گروه یعنی چی یعنی تعداد زیادی از یک نوع حالا میتواند انسان باشد حیوان باشد گل باشد مداد باشد قلم باشد کتاب باشد هر چیزی لشکر معنای جمع دارد درسته مردم یک کلمه است که ظاهرش مفرد ولی معنایش جمع است به کلمات که ظاهرش مفرد معنایش جمع باشد میگویند اسم جمع اسم جمع با کلمه جمع دوستان قاطی نشود بسیار بسیار حواستان در این زمینه جمع باشد کلمه بعدی که دوستان با هم دیگه بررسی میکنیم صفت است کلمه است که حالت خصوصیت یا یکی از ویژگی های اسم را بیان میکند پس خصوصیت و کیفیت و ویژگی های اسم توسط صفت بیان میشود اسمی را که صفت درباره آن توضیح میدهند موصوف میکنند این بسیار مهم است پس او اسمی که صفت توضیح بیشتر او کلمه را مده تحت عنوان موصوف است موصوف و صفت با همدیگر ترکیب ایجاد میکنند تحت عنوان ترکیب وصفی مانند چی؟ کتاب خوب گل زیبا زیبا صفت است گل میشود چی دوستان؟ موصوف خوب صفت است کتاب میشود؟ موصوف چرا؟ چون توضیح بیشتر کتاب است دیگه خوب خوب یک ویژگی است که در مورد کتاب بیان شده خب یک قاعده هم بیان کنیم دوستان قاعده چه میگوید در زبان دری صفت بعد از موصوف میاد یک قاعده کلی هر زمانی که ما صفت موصوفی داشتیم صفت بعدش میآید گفتیم کتاب خوب خوب کجا آمده؟ بعد از موصوف خود آمده در زبان دری همواره موصوف بعد از صفت بعد از موصوف می آید. خب ولی یک نکته اما گاهی صفت قبل از موصوف نیست میتواند بیاید یک احتمال دارد برخی وقتا ما دیدیم که صفت قبل از موصوف به کار برده شده مانند چی؟ مانند نیک زن نیک مرد مرد میشه چی دوستان؟ مرد موصوف است نیک میشود صفتش که در واقع صفت چی کار کرده؟ صفت قبل از موصوف آمده است اگرچه تفاوت زبان در این نکته خیلی بسیار شاز است بسیار احساس کم است تفاوتی که زبان دری با زبان انگلیسی دارد در حوزه صفت موصوف همین است در حوزه زبان دری اول ما موصوف داریم بعد صفت در زبان انگلیسی عکسش اول صفت می آید بعد موصوف ذکر می شود خب شاگردای عزیز این کار خانگی جلسه آینده اسم را تعریف کنید تفاوت بین جمع و اسم جمع را با ذکر مثال توضیح دهید خب شاگردای عزیز سنف هشتم در پایان جلسه امروز رسیدیم خسته نباشید مانده نباشید جلسه امروز به پایان رسید خداوند یار و, و نگهدارتان